دادگاه عالی اروپایی توهین یا اتهام بستن به پیامبر اسلام را از مصادیق آزادی بیان ندانسته و این اقدام را محکوم و خلاف قانون عنوان کرد به گزارش شی ورز دادگاه حقوق بشر اروپا توهین به پیامبر اسلام صلی الله علیه و علیه را مصداق بارز یک اقدام خلاف قانون دانسته است در واقع متعاقب شکایت شهروند اتریشی که به دنبال فرجام خواهی نسبت به حکم دادگاه کشور مطبوع خود در محکومیت توهین به حضرت پیامبر بوده است دادگاه عالی اروپایی ضمن تایید حکم دادگستری اتریش توهین یا اتهام بستن به پیامبر اسلام را از مصادیق آزادی بیانی ندانسته و این اقدام را محکوم می کند دادگاه اروپایی مرکب از هفت قاضی عالی رتبه معتقد است که موضوع توهین به پیامبر اسلام صلی الله علیه و باعث ایجاد پیشداوری در جامعه و به خطر انداختن صلح و آرامش مذهبی می شود. به گفته فعالان ما این, نها... این حکم نهایی اروپایی در تضاد آشکار با اقدامات اسلام حراسانه اخیر دولت فرانسه است. البته رأی اخیر دادگاه اروپایی حقوق بشر در محافل لایسیه فرانسه انعکاس داشته و لایک های متعصب به مخالفت با آن پرداختن همانطور که بسیار از روشنفکران فرانسوی به بهانه دفاع از اصول آزادی بیان اظهار نظرهای مخالفت آمیز با بیان رئیس جمهوری فرانسه در حمایت از کاریکاتور پیامبر را حجمه علیه لایسی دانسته و به شدت مورد انتقاد قرار می دهند.